زهیر نوشته پاولو کویلو ترجمه آرش حجازی با صدای هلیا مقصودی قسمت دوازدهم به زودی گردنبند طبی از زندگیت خارج میشه و امیدوارم دیگه برنگرده لطفا از حرکت بیش از حد خودداری کن ماهیچه های گردنت باید کم کم به حرکت عادت کنه. راستی چه خبر از اون دختر پیشگو؟ کدوم دختر؟ کدوم پیشگویی؟ مگه تو بیمارستان نگفتی یه نفر آوایی شنیده که بهش گفته این اتفاق میفته؟ دختر نیست. تو هم تو بیمارستان گفتی درباره سر تحقیق میکنی. آره با یک متخصص بیماری سر تماس گرفتم. پرسیدم مورد مشابهی رو دیده یا نه. جوابش کمی متعجبم کرد اما بعد دوباره یادم اومد که پزشکی هم اسرار خودش رو داره. داستان اون پسر بچه یادته که رفت پنج تا سیب بخره و با دو تا سیب برگشت؟ بله. شاید گم شده. یا هدیه داده باشه. شاید قیمت سیب گرونتر بوده و دیگه نگران نباش. میدونم هیچ چیز جواب قطعی نداره. قبل از اینکه شروع کنی، ژان سر داشت. دوستم هم موقع صحبت به اون اشاره کرد. ژان دارک در سیزده سالگی برای اولین بار صداهایی رو شنید. شهادت هاش نشون میده که نورهایی میدیده که علامت حمله است. متخصص اعصابی به نام دکتر لیدیا بین معتقد که تجربه های عجیب اون قدیسه جنگجو در اثر چیزی به نام سر موسیقی زا به وجود میاد. یعنی در اثر موسیقی مشخصی رخ میده. برای ژان دارک این موسیقی بود. این جوون جلوی تو هم دوچار حمله شده؟ بله. موسیقی هم در کار بود؟ یادم نمیاد اما اگر هم موسیقی در کار بود سر و صدای ظرفا و حرفای دیگران مانع شنیدنش میشد عصبی به نظر می رسید؟ خیلی عصبی. اینم یکی دیگه از دلایل بروز حمله است. موضوع قدیمی تر از اونه که به نظر می رسه. در بین النهرین متون خیلی دقیقی درباره چیزی وجود داره که به خاطر حملات تشنج به اون میگفتند بیماری سقوط. پیشینیان ما فکر میکردن این بیماری وقتی پیش میاد که شیاطین جسم کسی رو تسخیر کنند. مدتها طول کشید تا بقرات یونانی ها رو به یک اختلال مغزی نسبت داد. با این وجود حتی امروز هم افراد مسروع رو ترد می کنن و درباره اونها پیش داوری دارن. مطمئنن وقتی این اتفاق افتاد من وحشت کردم. وقتی برام از اون پیشگویی گفتی از دوستم خواستم به خصوص در این مورد تحقیق کنه. از نظر اون بیشتر دانشمندان تایید می کنند که هرچند افراد مشهور زیادی این بیماری رو داشتن اما سر نمیتونه باعث ایجاد قدرت های خاصی در کسی بشه. اما نزدیک به حمله سر در بیماران مشهور دیگران اغلب نوعی حاله روحانی در اطراف جسم اونها میدیدن. بیماران مشهور مثل ناپل اون، اسکندر کبیر یا دانته اسمشون مهم نیست چیزی که تو رو گیج کرده پیشگویی اون جوونه راستی اسمش چیه؟ اونو نمیشناسی و میبینم که مثل همیشه مریض بعدی منتظرته چطور حرف تو ادامه بدی؟ بله دانشمندانی که بر کتاب مقدس تحقیق کردند اطمینان میدن که پولس قدیس هم مسرو بوده. مبنای ادعاشون هم اینه که در جاده دمشق نور درخشانی در کنار پولس ظاهر شد و اون رو به زمین انداخت. کورش کرد و تا چند روز نتونست چیزی بخوره یا بنوشه. در ادبیات پزشکی این رو سر لوب تمپورال مغز مینامند. اما فکر نمی کنم کلیسا با شما پزشکان موافق باشه. من هم خیلی موافق نیستم. اما ادبیات پزشکی اینطور میگه. مسروعانی هم هستند که وجه خود ویرانگرشون رو آزاد میکنن. در مورد ونگوک اینطور بوده. اون تشنجهاش رو توفانهای درونی توصیف میکنه. موقعی که در سن رومی بستری بود یکی از پرستارها شاهد یکی از حملاتش بود. دست کم ونگوک تونست از راه تابلوهاش خود ویرانگریش رو به بازسازی دنیا مبدل کنه. اده شک دارند که لویس کارول کتاب آلیس در سرزمین عجایب رو به خاطر این نوشت که بتونه تجربه های سرگونش رو توصیف کنه. ماجرای اول کتاب وقتی آلیس وارد حفره سیاهی میشه برای بیشتر مسروها آشناست. آلیس در مسیر حرکتش در سرزمین عجایب بارها اشیا رو در حال پرواز میبینه. و احساس میکنه بدنش خیلی سبکه این هم از علائم و تاثیرات حمله است پس ظاهرا این بیماران استعداد خاصی تو هنر دارن اصلا اینطور نیست اتفاقی که میافته اینه که معمولا در مورد هنرمندهایی که مشهور میشن این مزامین کم کم همدیگر رو تدایی میکنه ادبیات سرشار از نویسندگانی که تشخیص سر در مورد اونها قطعیه یا شک جدی نسبت به اون وجود داره. مولیر، ادگار آلنپو، فلوبر، داستایوفسکی. داستایوفسکی اولین بار در نه سالگی دچار حمله شد. و گفت این حملات لحظاتی از صلح با زندگی رو به اون بخشیده و همچنین لحظاتی از اندوه عمیق لطفا تحت تاثیر قرار نگیر مطمئن باش بعد از این تصادف دچار سر نمیشی تا حالا هرگز ندیدم کسی در اثر تصادف با موتورسیکلت دچار سر شده باشه نه نگران نیستم قبلا گفتم موضوع به یکی از آشنایانم مربوط میشه حالا این جوان پیشگو واقعا وجود داره یا از خودت درآوردی؟ فکر میکنی به خاطر قش از جدول خیابون سقوط کردی؟ نه برعکس اصلا دلم نمیخواد علائم بیماری ها رو بدونم هر وقت یک کتاب پزشکی میخونم تمام علائمی رو که اونجا نوشته حس میکنم یه چیزی بهت میگم اما لطفا سوء تفاهم نشه فکر می کنم این تصادف برات خیلی پربرکت برکت بوده. آرومتر به نظر می رسی. وسواست کم شده. البته نزدیکی به مرگ همیشه باعث میشه بهتر زندگی کنی. همسرت وقتی تک پارچه خونالودی رو به من میداد که همیشه همراه همه اینو گفت. هرچند من به عنوان یک پزشک همیشه نزدیک به مرگم. برا توضیح داد کی این پارچه رو بهش داده؟ با لطف زیادی از کارم تعریف کرد. گفت من میتونم فن رو با اشراق مخلوط کنم و انضباط رو با عشق. برام تعریف کرد که یک سرباز پیش از مرگ ازش خواسته پیراهنش رو برداره تکه تکه کنه و اون رو بین کسانی تقسیم کنه که صمیمانه سعی دارن دنیا رو اونطور که هست نشون بدن فکر میکنم تو هم با اون کتاب هایی که نوشتی تکه ای از این پارچه رو داشته باشی نه ندارم میدونی چرا؟ میدونم یا بهتر بگم کم کم دارم میفهمم من هم پزشکتم و هم دوستت اجازه میدی توصیه ای بکنم اگر این جوان مسرو گفت میتونه آینده رو پیشگویی کنه از علم پزشکی چیزی نمیفهمه زاگروب کوراسی ساعت شش و نیم صبح من و ماری جلوی حوزچه یخ ای نشسته ایم. انگار امسال بهار تصمیم گرفته نیاید. ظاهرا قرار است مستقیم از زمستان به تابستان بپریم. در وسط آب نما ستونی است و بر ستون مجسمه ای. تمام عصر را به مصاحبه گذراندم. دیگر حوصله حرف زدن درباره کتابم را ندارم. سوال های خبرنگارها همیشه تکراری است. همسرم کتاب را خوانده نمیدانم. به نظر من فلان منتقد در حق من بیانصافی کرده؟ کدام منتقد؟ راست است که زمانی برای دریدن، زمانی برای دوختن، به این علت باعث حیرت خاننده هایم شده که بخش عظیمی از زندگی خصوصیم را آشکار کرده؟ نویسنده فقط می تواند درباره زندگی خودش بنویسد. از این کتاب فیلمی ساخته می شود؟ برای هزارمین بار می گویم. فیلم در ذهن خواننده می گذرد. فروش حقوق ساخت فیلم از تمام کتابهایم را ممنوع کردم. نظرم درباره عشق چیست؟ چرا درباره عشق نوشتم؟ برای خوشبختی در عشق چه باید کرد؟ عشق، عشق، عشق. مصاحبه تمام می شود. با ناشرهایم غذا می خورم. این کار بخشی از آین است. پشت میزی که همیشه افراد مهمی سر آن نشستند. و هر بار گیلاس را به دهانم نزدیک می کنم مزاحمم می شوند و سوالی تکراری می پرسند. از کجا الهام می گیرید؟ سعی می کنم غذا بخورم اما باید مهربان هم باشم. حرف بزنم. وظیفم را به عنوان یک آدم مشهور انجام بدهم. چند داستان جالب تعریف کنم تاثیر خوبی به جا بگذارم میدانم ناشرم اوجوب است هیچ وقت نمیداند کتابی خوب عذاب در میآید یا نه بهتر بود موز یا صابون میفروخت اینطوری مطمئن تر بود بی خودی مغرور نمی شد خود بزرگ بینی نداشت لازم نبود به او گلایه کنی که چرا خوب تبلیغ نکردند یا چرا کتاب در فلان کتاب فروشی نیست. بعد از شام گردش همیشگی. میخواهند همه چیز را نشانم بدهند. بناهای یاد بود، نقاط تاریخی، کافه مجلل. همیشه یک راهنمای توریستی که همه چیز را دقیقا می داند، مغزم را پر از اطلاعات می کند. باید قیافه کسی را بگیرم که به حرفهایش توجه دارد. باید هر از سوالی بپرسم تا فکر کند حواسم به حرفهای اوست. تقریبا تمام بناها، موزه ها و نقاط تاریخی تمام شهرهای متعددی را که برای تبلیغ کتابهایم به آنها سفر می کنم دیدم و مطلقا هیچ چیز یادم نمی ماند. تنها چیزی که برایم مانده اتفاقات غیر منتظر است. ملاقات با خواننده ها، رفتن به کافه بارها، خیابانهایی که تصادفن از آنها گذشتم. پیچی که از آن رد شدم و ناگهان چیز شگفتانگیزی دیدم. قصد دارم روزی راهنمای سفری بنویسم و در آن فقط نقشه بگذارم و نشانی هتل را. بقیه صفحاتش را سفید رها می کنم. اینطوری هر کس ناچار است گردش منحصر به فرد خودش را انجام بدهد. خودش رستوران ها، بناهای تاریخی و خصوصیات خارق العاده هر شهر را کشف کند. خصوصیاتی که در بازدیدهای اجباری هرگز برای ما تعریف نمی کند. قبلا در زاگرو بودم و برای من این آب نما هرچند در هیچ راهنمای توریستی محلی اشاره به آن نشده از هر چیز دیگری که اینجا دیدم مهمتر است. چرا که زیباست تصادفی کشفش کردم و با سرگذشت من پیوند دارد. سالها پیش جوان بودم. به دنبال ماجرا دنیا را زیر پا می گذاشتم. و همینجا که الان ایستادم با نقاش کراتی نشسته بودم. او در بیشتر مسیر همسفرم بود. من به ترکیه میرفتم و او به خانه برمیگشت. کنار همین آب نما و حوزچه با هم خداحافظی کردیم دو بطری شراب نوشیدی از ماجراهای سفر مشترکمان حرف زدیم دین زنها موسیقی قیمت هتلها روانگردانها از هر چیزی گفتیم بجز عشق چرا که عشق میورزیدیم و لازم نبود دربارش، حرفی بزنی. وقتی از نقاش جدا شدم با دختری آشنا شدم. سه روز تمام به هم عشق ورزیدیم در اوج شدت. چرا که هر دو می دانستیم عمر آن عشق بسیار کوتاه است. او وادارم کرد روح آن ملت را درک کنم و هرگز از یادش نبرم. همانطور که هرگز این آب نما و وداعم را با همسفرم از یاد نبردم. برای همین بعد از آن مصاحبه ها، امضاها، شام، بازدید از بناهای تاریخی، ناشرهایم را دیوانه کردم تا مرا ببرند کنار آن آبنما. نما. پرسیدند کجاست نمیدانستم حتی نمیدانستم زاگرب آب نماهای فراوانی دارد نزدیک یک ساعت شهر را گشتیم تا پیدایش کردیم یک بطری شراب خواستم با همه خداحافظی کردم من و ماری آرام همدیگر را دربر گرفتیم و آنجا نشستیم نوشیدیم و منتظر طلوع خورشید ماندیم ماری که سرش را روی شانه گذاشته بود گفت تو هر روز خوشحالتر میشی سعی دارم فراموش کنم کیم در واقع نمیتونم بار تمام گذشتم رو به دوش بکشم. گفتگوی میخائیل با آن کوچنشین را برایش تعریف کردم گفت برای بازیگرها هم همین اتفاق میفته با هر نقش باید خودمون رو کنار بذاریم و شخصیت تازه‌ای بگیریم اما آخر کار آشفته و عصبی میمونیم به نظر تو کنار گذاشتن سرگذشت شخصیت فکر خوبیه؟ مگه نمیگی حالم بهتر شده؟ فکر میکنم از خود خواهید کم شده. خوشم اومد که همه رو دیوونه کردی تا این آب نما رو پیدا کنن. اما این تناقض داره با چیزی که الان گفتی. این آب نما بخشی از گذشتته. برای من یک نماده. اما این حوزچه رو که با خودم این طرف و اون طرف نمیبرم همیشه به اون فکر نمی کنم. ازش عکس نمیگیرم تا به دوستام نشونش بدم دلم برای دوست نقاشم یا دختری که عاشقش بودم تنگ نمیشه خیلی خوبه که دوباره برگشتم اینجا اما اگه این اتفاق نمیافتاد هم زندگیم فرقی نمیکرد منظور تو میفهمم خوشحالم اما من غمگینم چون این ماجرا منو به این فکر میندازه که داری میری از همون بار اول که همو دیدیم میدونستم روزی میری اما بازم سخته دیگه بهت عادت کردم مشکل همینه ماری عادت اما من انسانم. برای همین بود که همسرم برام زهیر شد. تا روز تصادف اعتقاد داشتم که فقط با اون میتونم خوشبخت باشم. و دلیلش همین نیست که اون رو از هر کسی در دنیا بیشتر دوست دارم. دلیلش این بود که فقط اون منو میفهمید. سلیقم رو میدونست. دیوونگی هام رو میشناخت. میدونست چطور به زندگی نگاه میکنم. ممنون کارهایی بودم که برام کرده بود و فکر میکردم اونم باید قدرشناس شناس کارهایی باشه که من براش کردم. عادت کرده بودم که با چشمهای اون به دنیا نگاه کنم. داستان اون دو نفر یادت هست که هر دو از آتیش سوزی بیرون اومدن و چهره یکیشون پوشیده از خاکستر بود. سرش را رو از روی شانم برداشت. چشمهایش پر از اشک بود. ادامه دادم. دنیا برام همین بود. بازتابی از زیبایی استر. این عشق یا فقط وابستگیه؟ نمیدونم. فکر می کنم عشق و وابستگی همراه همه. شاید. اما فرض کنیم به جای نوشتن زمانی برای دریدن، زمانی برای دوختن که در واقع فقط نامهی برای زنی دور از اینجا بود، داستان دیگه ای می نوشتم. مثل این. زن و شوهر ده سال با هم زندگی کردن. اوایل هر روز عشق ورزی می کردم. اما حالا فقط هفته یک بار عشق ورزی می کنم. اما این خیلی هم مهم نیست. همکاری، حمایت متقابل، همراهی و رفاقت هنوز وجود داره. مرد وقتی باید تنها غذا بخوره ناراحت میشه که چرا زنش باید بیشتر وقتش رو سر کار بگذرونه. وقتی مرد به سفر میره زنش گلایه داره اما میفهمه که این جزی از کار شوهرشه. کم کم احساس میکنن چیزی کمه. اما آدم های بالقی هستن. به بلوغ رسیدن. میدونن برقراری یک رابطه پایدار چقدر مهمه. و نه فقط به خاطر بچه ها رو. مدام بیشتر غرق کار و بچه ها میشن. مدام کمتر به زندگی مشترکشون فکر میکنن. که در ظاهر خیلی خوب پیش میره و پای مرد یا زن دیگه ای در میون نیست. متوجه میشن یک جای کار ایراد داره. نمیتونن مشکل رو پیدا کنن. هرچه زمان میگذره به هم وابسته تر میشن. سرانجام پیری داره میرسه. فرصت برای یک زندگی تازه داره از دست میره. سعی میکنن خودشون رو بیشتر مشغول کنن. با کتاب خوندن، گلدوزی، تلویزیون، دوستان. اما همیشه سر شام یا بعد از شام با هم حرف میزنن. مرد به راحتی عصبانی میشه زن ساکت تر از همیشه میشه هر دو میدونن اون یکی داره مدام از این یکی دورتر میشه و نمیفهمه چرا به این نتیجه میرسن که زندگی مشترک همینه اما حاضر نمیشن با دوستاشون حرف بزنن قیافه یک زوج خوشبخت رو میگیرن که حامی هم هستن علایق مشترک دارن عاشقی اینجا و معشوقی اونجا ظاهر میشه البته اصلا موضوعی جدی نیست مهم، ضروری و قطعی اینه که باید وانمود کنن هیچ کدوم از این اتفاقها نیفتاده دیگه برای تغییر دیر شده این داستان رو میشناسم هرچند خودم هرگز تجربهش نکردم فکر میکنم که تمام عمر یادمون دادن اینطوری زندگی کنیم. پالتویم را در میآورم و از دیوار حوز چه بالا میروم میپرسد چه کار میکنم به طرف ستون میرم دیوونه ای؟ الان بهار لایه یخ خیلی نازکه. باید کنار اون ستون برم. پایم را میگذارم. لایه یخ تکان میخورد اما نمی شکند. همچنان که طلوع خورشید را می بینم با خدا عهدی میبندم. اگر بتوانم بدون آنکه لایه یخ بشکند، خودم را به ستون برسانم و برگردم. نشانه آن است که در مسیر درستی هستم و دست خدا مرا به جایی هدایت می کند که باید بروم. می افتی توی آب؟ بیفتم افتم. حد اکثر خطرش اینه که یخ بزنم. اما هتل زیاد دور نیست. خیلی اذیت نمیشم. پای دیگرم را میگذارم. حالا دیگر کاملا داخل حوز یخ از هاشیه ها کنده می شود. کمی آب روی سطح یخ می ریزد اما نمی شکند. به طرف ستون می روم. مسیر رفت و برگشت حد اکثر چهار متر است و تنها خطرش یک حمام آب سرد. اما اصلا به فکر آن نیستم که چه اتفاقی ممکن است بیفتد. دیگر قدم اول را برداشتم. باید تا آخرش بروم. پیش می روم. به ستون می رسم. با دستم لمسش می کنم. صدای ترق ترق می شنوم اما هنوز روی سطح یخم. قریزم اول می گوید دوان دوان برگردم. اما چیزی به من میگوید اگر این کار را بکنم قدمهایم هایم محکمتر و سنگینتر می شود و در آب می افتم. باید آهسته برگردم با همان نظم قبل. خورشید جلوی چشم من در حال طلوع است. کمی چشم را خیره کرده. فقط شبه ماری و سایه بناها و درختها را می بینم. حرکت لایه یخ مدام بیشتر می شود. آب به لبه های یخ می خورد و بر سطح یخ می آید. اما میدانم، اطمینان مطلق دارم که موفق می شود. چرا که در حال انجام آین یگانگی با روز با انتخاب ها و معارفم و لبه های یخ روی آبم. میدانم چطور هم حرکت کنم. از او میخواهم کمکم کند. نگذارد بیفتم. کم کم وارد حالت خلصه و سرخوشی می شدم. باز کودکم. کارهای ممنوع و خطا می کنم. اما به من لذت زیادی می دهد. چه لذتی! پیمانهای جنونامیز با خدا. به این شکل که اگر بتوانم این کار را بکنم آن اتفاق میافتد. افتد. نشانه هایی که نه عوامل خارجی که غریزه خود شخص آنها را بر می انگیزد. و ظرفیت انسان برای فراموش کردن قواعد قدیمی و خلق شرایط تازه. خوشحالم که با میخائیل ملاقات کردم. مرد مصروعی که فکر می کند آواهایی می شنود. به دیدنش رفتم تا همسرم را پیدا کنم اما پی بردم که دیگر فقط بازتاب کمرنگی از خودم به جا مانده استر هنوز برایم مهم است فکر می کنم آری عشق او بود که زمانی زندگیم را عوض کرد و حالا هم دارد متحولم می کنه. سرگذشتم دیگر پیر شده بود وزنش مدام بیشتر از حد تحملم میشد هر روز نسبت به خطر کردن من بیشتر سخت می گرفت نمی گذاشت قدم به درون حوز چه بگذارم و با خدا عهدی ببندم و نشانهای را برانگیزم. فراموش کرده بودم که زیارت دوباره در جاده سانتیاگو لازم است که باید اساسیه اضافه را دور ریخت و فقط چیزهای لازم برای زندگی روزمره را نگه داشت و باید اجازه بدهیم انرژی عشق آزادانه به گردش درآید از بیرون به درون از درون به بیرون یک صدای ترق دیگر ترکی ظاهر می شود اما می دانم موفق می شود چرا که سبکم بسیار سبک حتی اگر بر ابرها هم راه بروم بر زمین نمیافتم دیگر نه بار شهرت را بر دوش میکشم و نه داستانهایی که برایمان گفتند و نه برنامه هایی که در پیش دارم شفافم میگذارم پرتوهای آفتاب از کال بدم بگذرد و روحم را روشن کنم پی میبرم که هنوز نقاط تاریک زیادی در وجودم است اما این نقاط هم با پایداری و شجاعت خیلی زود پاک می شود. یک قدم دیگر و به یاد پاکتی بر میزم میافتم. به زودی بازش می کنم و به جای آنکه روی یخ راه بروم راهی را پیش میگیرم که مرا به استر می رساند. دیگر نه به خاطر آنکه که کنارم باشد آزاد است آنقدر برود تا خودش را پیدا کند نه به خاطر آنکه شب و روز خواب زهیر را می بینم ظاهرا آن وسواس عاشقانه و ویرانگر دیگر رفته نه به خاطر آنکه به گذشتم عادت کردم و با تعصب میخواهم برش گردانم یک قدم دیگر یک ترق دیگر اما دیگر دیواره نجات بخش حوزچه نزدیک شده است. به این دلیل پاکت را باز می کنم و به دیدنش می روم که به گفته آن میخائیل مسرو، آن جوان پیشگو، آن مرشد رستوران ارمنی این سرگذشت را باید به پایان رساند. بعد، وقتی همه چیز را گفتم و بارها باز گفتم وقتی فقط خاطرات دور دستی ماند از جاهایی که از آنها گذشتم و لحظاتی که از سر گذراندم و گامهایی که به خاطر او برداشتم به سادگی فقط عشق ناب بر جا میماند. احساس نمی کنم چیزی بدهکارم. به خاطر اینکه مرا میفهمد به او احتیاج دارم. به خاطر اینکه آلایش ها و فضیلت های مرا میشناسد. میداند عادت دارم قبل از خواب نان توست بخورم و وقتی بیدار می شوم برنامه اخبار دنیا را، از تلویزیون تماشا کنم. میداند هر روز صبح حتما پیاده روی می کنم. از کتاب های آموزش تیراندازی با کمان من خبر دارد. میداند چه ساعت هایی پشت کامپیوتر می نشینم و وقتی خدمتکار پشت سر هم صدایم می کند که غذا روی میز است چقدر عصبانی می شود. تمام اینها دیگر رفته میماند عشقی که آسمان و ستاره ها و انسان ها و گل ها و حشرات را میجنباند و همه را میدارد دارد بر سطح خطرناک یخ راه بروند ما را از شادی و ترس پر میکند و به هر چیز معنا میدهد دیواره سنگی را لمس می کنم. دستی به طرفم دراز می شود می گیرمش. ماری کمکم می کند تعادلم را حفظ کنم و از دیوار پایین بیایم. بهت افتخار می کنم. من هیچ وقت این کارو نمی کردم. ظاهرا مدت هاست که منم حاضر نبودم این کار رو بکنم. خیلی بچگانه، بیمسئولیت، غیر ضروری و بی منطق به نظر میرسه. اما دارم دوباره متولد میشم. باید برای چیزهای تازه خطر کنم. نور صبح تأثیر خوبی روت گذاشته. طوری صحبت می کنی که انگار مرد خردمندی هستی. نه، خردمند ها کاری رو نمی کنن که من کردم. باید برای نشریه ای که در بانک مساعدت من اعتبار زیادی دارد متن مهمی بنویسم. صدها هزارها ایده دارم اما نمیدانم کدامشان ارزش تلاش و تمرکز و خون مرا دارد. اولین بار نیست این اتفاق می افتد. اما فکر می کنم دیگر درباره ی هر چیز مهمی که لازم بوده حرف زدم. دارم حافظم را از دست می دهم. فراموش می کنم کیم. پشت پنجره می روم. به خیابان نگاه می کنم. باید به خودم بقبولانم که دیگر از نظر حرفه‌ای تحقق یافتم. دیگر چیزی برای اثبات ندارم. می توانم به خانه در کوه ها پناه ببرم. بقیه زندگیم را به خواندن، قدم زدن، صحبت درباره انواع غذا و آب و هوا بگذرانم. با خود می گویم و تکرار می کنم که اکنون به جایی رسیدم که شاید هیچ نویسندهی نرسیده باشد کتابهایم به تمام زبانها ترجمه شده چرا خودم را با نوشتن متنی ساده برای یک نشریه زحمت بدهم هرچه هم که میخواهد مهم باشد به خاطر بانک مساعدت پس جدا باید بنویسم اما دیگر برای مردم چه حرفی دارم بگویم باید از یاد ببرند داستانهایی را که برایشان گفتند و کمی بیشتر دست به خطر بزنند همه جواب می‌دهند من مستقلم کاری را می‌کنم که خودم خواستم به آنها بگویم باید بگذارند انرژی عشق آزادانه به گردش درآید جواب می دهند من عشق می هر لحظه بیشتر عشق می ورزم. انگار می شود عشق را اندازه گرفت. با همان ابزاری که فاصله بین ریل‌های های قطار و ارتفاع ساختمان ها و میزان مخمر لازم برای ساخت شیرینی را اندازه میگیرند. برمیگردم سر میز پاکت میخائیل را باز کردم دیگر میدانم استر کجاست؟ فقط باید راه رسیدن به آنجا را بفهمم. به میخایل زنگ میزنم و داستان آب نما را برایش میگویم. میخایل تحسینم میکند. میپرسم امشب برنامهش چیست؟ میگوید با لوکرتسیا نامزدش بیرون میرود. میتوانم به شام دعوتشان کنم؟ امروز نه. اما اگر خواستم میتوانم هفته بعد با دوستان او بیرون بروم. میگویم هفته آینده در آمریکا سخنرانی دارم جواب میدهد عجله نیست دو هفته صبر میکنی میگوید حتما آوایی شنیدی که تو رو داشته روی یخ راه بری نه هیچ صدایی نشنیدم پس چرا این کار رو کردی چون احساس کردم باید این کار رو بکنم خب این هم روش دیگه ای برای شنیدن آواست. عهد کردم که اگه آماده باشم میتونم از یخ بگذرم و فکر میکنم آمادم. پس آوا نشونه ای رو که میخواستی به تو داده. آوا در این باره چیزی به تو گفته؟ نه، اما لازم نیست. وقتی کنار رود سن بودیم وقتی گفتم اون هشدار داده که هنوز لحظه مقرر نرسیده اینو هم فهمیدم که خودش زمان مقرر رو به تو نشون میده گفتم هیچ صدایی نشنیدم فکر میکنی همه اینطور فکر میکنن اما اون حضور همیشه به من میگه همه مردم همیشه صدای اون رو میشنون این آواز که به ما میفهمونه چه زمانی نشانه جلوی ماست میفهمی؟ تصمیم میگیرم بحث نکنم دیگر فقط به نکات فنی احتیاج دارم کجا ماشین کرایه کنم؟ سفرم چقدر طول می کشد و آن خانه را چطور پیدا کنم. چرا که جلوی من غیر از نقشه چند نشانی نامفهوم است. از کنار فلان دریاچه جلو می روی. دنبال فلان تابلوی شرکت می گردی. می پیچی به طرف راست و غیره. شاید میخاییل کسی را بشناسد که کمکم کند. قرار ملاقات بعدی را میگذاریم میخاییل از من میخواهد با احتیاط کامل لباس بپوشم قرار است قبیله سفری زیارتی در پاریس انجام دهد میپرسم قبیله دیگر چیست جواب میدهد کسانی که تو رستوران با من کار میکنند و وارد جزئیات نمیشود میپرسم از آمریکا چیزی میخواهد میگوید فلان دارو برای سوزش سر دل را برایش بیاورم فکر میکنم میتوانست چیزهای جالبتری هم بخواهد اما درخواستش را یادداشت میکنم و مقاله دوباره برمیگردم سر میز فکر میکنم چه بنویسم دوباره به پاکت باز نگاه می کنم. به این نتیجه می رسم. از چیزی که داخلش یافتم تعجب نکردم. در اصل بعد از چند ملاقات با میخائیل دیگر خودم هم منتظر همین بودم. استر در استپ است. در دهکده کوچکی در آسیای میانه. دقیقتر دهکده کوچکی در قزاقستان. دیگر عجله ندارم. همچنان به باز گفتن سرگذشتم ادامه می دهم. آن را با تمام جزئیات و به شکلی وسواسی برای ماری تعریف می کنم. او هم تصمیم گرفته همین کار را بکند. از چیزهایی که برایم می گوید حیرت می کند. اما ظاهرا این فعالیت دارد نتیجه می دهد مطمئنتر است و از استرابش کم شده نمیدانم چرا اینقدر دلم می خواهد استراب پیدا کنم حالا که دیگر عشقش زندگیم را روشن کرده و چیزهای تازه به من آموخته و همین کافی است اما به یاد حرف میخایل میافتم این داستان باید تمام شود و تصمیم میگیرم پیش بروم میدانم به زودی پی میبرم که لایه یخ زیر زندگی مشترکمان کی شکست و ما همچنان به پیشروی در آب یخ ادامه دادیم و وانمود کردیم هیچ اتفاقی نیفتاده. میدانم پیش از رسیدن به آن دهکده این موضوع را کشف می کنم. برای بستن یک چرخه یا برای بزرگتر کردنش. مقاله آیا استر دوباره زهیر شده و نمیگذارد بر چیز دیگری تمرکز کنم؟ اصلا اینطور نیست هر وقت مجبورم کاری فوری انجام بدهم که انرژی خلاق میطلبد، فراینده کارم همین است تقریبا به مرز جنون می رسم تصمیم میگیرم از کار دست بکشم و بعد متن ظاهر می شود بارها سعی کردم به شکل دیگری عمل کنم و با برنامه ریزی دقیق تری کار را پیش ببرم اما ظاهرا تخیل من فقط اینطوری عمل می کند. حتما باید فشار زیادی رویش باشد. نباید به بانک مساعدت بی احترامی کنم. باید سه صفحه درباره مشکلات روابط میان زن و مرد بنویسم. فقط فکرش را بکنید. آن هم من اما هیئت تحریریه فکر می کند کسی که زمانی برای دریدن زمانی برای دوختن را نوشته حتما درباره روح انسان خیلی چیزها می داند. سعی می کنم به اینترنت وصل بشوم که موفق نمی شوم. از روزی که مدم را در داغان کردم دیگر هیچ وقت مثل قبل نشد. بارها کارشناس ها را خواستم که وقتی بالاخره تصمیم می گیرند بیایند انگار کامپیوتر برایشان سرزمین هزار عجایب است. میپرسند شکایتم چیست؟ نیم ساعت کامپیوترم را بررسی می کنند. پیکربندیش را تغییر می دهند. اطمینان می دهند که مشکل از من نیست و از شرکت سرویس دهنده اینترنت است. حرفشان را میپذیرم. پس همه چیز مرتب است و چقدر احمق بودم که کمک خواستم. دو سه ساعت میگذرد و باز مدم از کار میافتد. حالا بعد از ماها فشار جسمی و روحی پذیرفتم که تکنولوژی قدرتمندتر و نیرومندتر از من است. هر وقت دلش بخواهد کار میکند و اگر دوست ندارد کار کند بهتر است روزنامه بخوانم قدم بزنم و منتظر بمانم که خلق و خوی سیمها و ارتباطات تلفنی عوض شود و تصمیم بگیرد دوباره کار کند من ارباب او نیستم فهمیدم که او زندگی خودش را دارد دو سه بار دیگر سعی می کنم و به تجربه شخصی به این نتیجه میرسم که بهتر است از تلاش دست بکشم. اینترنت بزرگترین کتابخانه دنیا در این لحظه درهایش را به روی من بسته. چطور است مجله بخوانم و دنبال منبع الهام بگردم؟ مجله را برمیدارم که پست همان روز آورده. مصاحبه عجیبی در آن می بینم. مصاحبه با زنی که اخیرا کتابی درباره فکر میکنید چه عشق منتشر کرده موضوعی که انگار همه جا دنبالم است خبرنگار میپرسد آیا تنها راهی که انسان برای رسیدن به خوشبختی دارد پیدا کردن عشق زندگیش است زن پاسخ منفی میدهد این تصور که عشق خوشبختی می آورد اختراع مدرنیست که در پایان قرن هفته هم به وجود آمده. از قرن هفته هم به بعد این اعتقاد را به مردم می آموزند که عشق باید تا ابد دوام داشته باشد و ازدواج بهترین مکان برای تحقق عشق است. در گذشته این قطرها نسبت به دوام شور و عشق خوشبین نبودند. داستان رومئو و جولیت اصلا شاد نیست، یک تراژدی است. در دهه های اخیر روز به روز بیشتر از ازدواج توقع دارند که راهی باشد برای تحقق خیشتن. دروغ و ناشادی در کنار هم رشد کرده است. نظرش خیلی شجاعانه است اما به درد مقالم نمیخورد. به خصوص به خاطر اینکه کاملا با حرفش موافق نیستم. در کتابخانه می گردم که چیزی درباره رابطه زن و مرد در آن نیست. کتابی به نام فعالیت جادویی در شمال مکزیک. باید ذهنم را تازه کنم. آرام بگیرم. چرا که وسواس کمکم نمی کند تا این مقاله لعنتی را بنویسم. شروع می کنم به ورق زدن این کتاب و ناگهان چیزی می خانم که باعث حیرتم می شود. کنترل چی؟ در زندگی هر کس همواره اتفاقی وجود دارد که عامل اصلی توقف پیشرفت اوست. یک ضربه، یک شکست تلخ یک نومیدی عشقی یا حتی پیروزی که درست درکش نمی میتواند می تواند باعث بزدلی و عدم پیشرفتن ما شود جادوگر هنگامی که میخواهد نیروهای نهانش را رشد بدهد باید اول خود را از این نقطه کنترل چی رها کند و برای این کار باید زندگیش را مرور و این نقطه را کشف کند. کنترل چی؟ این با اطلاعات من از تیر و کمان تنها ورزشی که جذبم می کند سازگار است. استاد می گوید هرگز نمی توان پرتابی را دوبار تکرار کرد. بیفایده است که سعی کنیم از پرتابهای درست یا غلطمان چیزی بیاموزیم مهم این است که صدها و هزاران بار تیر بیاندازیم و با پیکان و کمان و هدف یکی بشویم در آن هنگام انرژی آن موجود استاد کیودوی من هرگز کلمه خدا را به کار نمی برد انرژی آن موجود هدایت حرکات ما را بر عهده میگیرد و دیگر تیر را در لحظه مورد نظر خودمان رها نمی کنیم بلکه زمانی این کار را می کنیم که آن موجود بخواهد کنترل چی بخش دیگری از سرگذشت شخصیم دارد ظاهر می شود کاش ماری الان اینجا بود. باید از خودم از کودکیم حرف بزنم. باید بگویم کوچک بودم همیشه دعوا می کردم و همیشه دیگران را می زدم. چرا که بزرگترین فرد گروه بودم. یک روز از پسر امویم کتک خوردم. و به این نتیجه رسیدم که دیگر هیچ وقت نمیتوانم در دعوایی ببرم. و از آن به بعد از هر برخورد فیزیکی پرهیز کردم. هرچند بارها مرا ترسو خواندند و گذاشتم جلوی دوستهای دختر و پسرم تحقیرم کنند کنترل چی دو سال تمام سعی کردم نواختن ویولون را بیاموزم. اول خیلی پیشرفت کردم تا از لحظه خاصی به بعد دیگر نتوانستم پیشرفت کنم. چرا که پی بردم دیگران سریعتر از من یاد میگیرند. احساس کردم حتما کم تصمیم گرفتم باعث شرمندگی خودم نشوم. به این نتیجه رسیدم که ویولون دیگر برایم جالب نیست. همین اتفاق در مورد بازی اسنوکر افتاد و فوتبال و دوچرخه سواری همه چیز را در سطح پایینی یاد گرفتم. اما همیشه به جایی می رسیدم که دیگر نمی توانستم پیشرفت کنم. چرا؟ زیرا بنا به سرگذشتی که برای ما تعریف کردند در لحظه مشخصی از زندگیمان به مرز توانایی خود می رسی. دوباره یادم می آید که چقدر جنگیدم تا سرنوشتم را به عنوان یک نویسنده انکار کنم. و یادم می آید این که استر هرگز نپذیرفت که کنترلچی چی قواعد رویای مرا دیکته می کند. آن پاراگراف ساده که خوانده بودم با ایده از یاد بردن سرگذشت شخصی ترکیب شد. و با این ایده که برای انسان فقط باید غریضهای باقی بماند که از اتفاقات غمانگیز و مشکلاتی که پشت سر گذاشته ایم آزاد شده است جادوگران مکزیکی همین کار را میکردند کوچنشینان استپهای آسیای میانه هم همین را میگفتند کنترل چی؟ در زندگی هر کس همواره اتفاقی وجود دارد که عامل اصلی توقف پیشرفت اوست. این موضوع جدا به همه زندگی های زناشویی به طور عام و به رابطه من و استر به طور خاص میخورد. بله می توانستم آن مقاله را برای نشریه بنویسم. پشت کامپیوتر نشستم و نیم ساعت بعد مقاله آماده بود و از نتیجهش راضی بودم. آن را به شکل یک گفتگو نوشتم که خیالی به نظر می رسید. اما واقعا در اتاق هتلی در آمستردام رخ داده بود. بعد از یک روز فعالیت تبلیغاتی خسته کننده برنامه همیشگی شام و دیدار از جاذبه های توریستی شهر. در مقاله نام اشخاص و مکان ها را کاملا حذف کردم. در ماجرای واقعی استر لباس خواب پوشیده و رودخانه مصنوعی را تماشا می کند که از جلوی پنجره من می گذرد. هنوز خبرنگار جنگی نشده. چشمهایش هنوز شاد است. کارش را می پرستد. هر وقت به تواند با من به سفر می آید و زندگی هنوز برای ما ماجرای بزرگی است. ساکت روی تخت دراز کشیدم. ذهنم از آنجا دور است. به برنامه روز بعد فکر می کنم. هفته قبل با یک کارشناس بازجوی پلیس مصاحبه کردم. برام گفت که چطور بیشتر اطلاعات رو از متهم بیرون میکشه. با تکنیکی به نام سرماگرما. همیشه با یک پلیس خشن شروع میکنن. این پلیس خشن متهم و تهدید میکنه. میگه هیچ قانونی براش مهم نیست، فریاد میزنه، روی میز میکوبه. وقتی زندانی رو کاملا ترسوند پلیس مهربون وارد میشه از پلیس خشن خواهش میکنه که دست از این کارش برداره سیگاری به متهم تعارف میکنه خودش رو رفیق اون نشون میده و بعد به خواستش میرسه من خودم اینو میدونستم اما بعد چیزی گفت که منو ترسوند در سال 1971 گروهی از محققان دانشگاه استنفورد ایالات متحده تصمیم گرفتند یک زندان خیالی برای مطالعه درباره روانشناسی بازجویی بسازند. 24 دانشجوی داوطلب را انتخاب و اونها رو به دو گروه نگهبانها و زندانیها تقسیم کردند. بعد از یک هفته مجبور شدن این آزمایش رو متوقف کنند. نگهبانها چه دختر و چه پسر با ارزشهای های اجتماعی یکسان از خانواده های خوب مبدل شده بودن به حیولاهای درست و حسابی خیلی عادی زندانی ها رو شکنجه می کردن و سو استفاده جنسی از زندانی ها رو خیلی طبیعی می دونستن دانشجوهایی که در این پروژه شرکت کردند چه نگهبانها و چه مجرمها چنان صدمه روانی خورده بودند که تا مدت درازی به مراقبت پزشکی احتیاج داشتند و دیگه هیچ وقت این تحقیق رو تکرار نکردند جالبه یعنی چی که جالبه من از موضوع خیلی مهمی حرف میزنم انسان هر وقت فرصتش رو داشته باشه ظرفیت بالایی برای بدی داره. دارم از کارم صحبت می کنم. از چیزهایی که یاد گرفتم. خب همین برام جالبه. چرا ناراحت میشی؟ ناراحت؟ چرا باید از دست کسی ناراحت بشم که حرفام اصلا براش مهم نیست؟ چطور میتونم از دست کسی عصبانی بشم که اصلا خیال نداره منو اذیت کنه؟ فقط دراز کشیده و به فضای خالی نگاه میکنه. امروز مشروب خوردی؟ خودت جواب این سوالو نمیدونی مگه نه؟ تمام شب کنارت بودم و نفهمیدی مشروب خوردم یا نه؟ فقط وقتی با من حرف میزدی که میخواستی حرفتو تایید کنم یا ازت کلی تعریف کنم. مگه متوجه نیستی که از صبح کار کردم و حالا دیگه خستم. بیا دراز بکشیم و بخوابیم. فردا صحبت میکنیم. توی این دو سال. هر هفته و هر ماه همینه. سعی میکنم حرف بزنم. اما تو خسته ای؟ بخوابیم. فردا صحبت می کنیم. فردا کارای دیگه داریم یک روز کاری دیگه شام میخوریم بخوابیم فردا صحبت میکنیم تمام عمرم همینطوری گذشته همیشه منتظر بودم که روزی دوباره تو رو کنار خودم داشته باشم اونقدر که خسته بشم چیز دیگه ای نمیخوام دنیایی خلق کن که وقتی احتیاج دارم بتونم بهش پناه ببرم. دنیایی که اونقدر دور نباشه که به نظر برسه مستقل از تو زندگی میکنم. و اونقدر نزدیک نباشه که به نظر برسه میخوام به دنیای تو تجاوز کنم. میخوای چیکار کنم؟ از کار دست بکشم؟ هرچی رو که با این همه زحمت به دست آوردیم بذارم کنار و با کشتی بریم به جزایر دریای کارایی؟ نمیفهمی که کارم و دوست دارم و قصد ندارم زندگی عوض کنم؟ تو کتابات از اهمیت عشق حرف میزنی. میگی ماجراجویی لازمه و خوشبختی در مبارزه برای رویاهاست. اما الان کی جلوی منه؟ کسی که نوشته های خودش رو نمیخونه کسی که عشق رو با رفاه اشتباه میگیره و ماجراجویی رو با خطر کردن بیمورد و خوشبختی رو با اجبار کو اون مردی که باهاش ازدواج کردم مردی که به حرفهای من توجه داشت زنی که من باهاش ازدواج کردم کجاست؟ کسی که همیشه ازت حمایت می کرد؟ تشویقت می کرد و محبت می کرد؟ جسمش اینجاست. داره به کانال آمستردام نگاه میکنه و فکر می کنم تا آخر عمر کنارت بمونه. اما روح این زن دم در این اتاق آماده رفتن. چرا؟ به خاطر این جمله نفرین شده فردا صحبت میکنی کافیه اگه کافی نیست فکر کن زنی که باهاش ازدواج کردی شیفته زندگی بود پر از ایده شادی آرزو حالا داره به سرعت به یک زن خونه مبدل میشه احمقان است خوبه احمقانه از چرند بی اهمیته. به خصوص اگه فکر کنیم همه چیز داریم، موفقیم، پول داریم. از عشقهای گذرای خودمون حرفی نمیزنیم هیچ وقت حسادت نمی کنیم اونم موقعی که دنیا پر از میلیون ها کودک گرسنه جنگ، بیماری، طوفان و فجایعی که هر لحظه اتفاق میافته. پس چه شکایتی دارم؟ فکر نمی کنی وقتش بچه دار بشی؟ همه ی زوجا فکر میکنن همین کار مشکلشون رو حل میکنه. بچه آوردن. تو که اونقدر از آزادیت لذت میبری که فکر میکنی باید همیشه جلو بریم حالا نظرتو عوض کردی؟ فکر میکنم دیگه وقتشه منم فکر میکنم تو هیچ وقت اینقدر در اشتباه نبودی. نه من بچه تو رو نمیخوام. میخوام از مردی بچه دار بشم که میشناختم. که رویاهایی داشت. کنار من بود. اگه روزی تصمیم بگیرم حامله بشم از کسی حامله میشم که منو بفهمه. همراه هم باشه به حرفم گوش بده. واقعا منو بخواد. مطمئنم مشروب خوردی. قول میدم فردا صحبت کنی. اما حالا خواهش میکنم بیا دراز بکش. خیلی خستم. پس فردا صحبت میکنیم. و اگه بازم روح من که دم در این اتاق تصمیم بگیره بره تاثیر چندانی بر زندگی ما نخواهد داشت. نمیره. تو روح منو خوب میشناسی. اما سال هاست باهاش حرف نزدی. نمیدونی چقدر عوض شده. چقدر ناامیدانه دلش میخواد به حرفش گوش بدی. حتی اگه حرفهای پیش پا افتاده باشه. مثل تحقیقات یک دانشگاه آمریکایی. اگر روحت اینقدر عوض شده چرا خودت همینطور موندی؟ به خاطر ترس به خاطر اینکه فکر می کنم فردا واقعا قرار صحبت کنی به خاطر تمام چیزهایی که با هم ساختیم و دلم نمیخواد خراب بشه یا شاید به دلیلی مهمتر عادت کردم همین الان منو به همه این چیزا متهم کردی حق با توه. به تو نگاه کردم فکر کردم تویی اما در واقع خودم بودم امشب با تمام وجود و ایمانم دعا میکنم از خدا میخوام نذاره بقیه عمرم رو به این وضع بگذرونم. پایان قسمت دوازدهم